در این شماره از بسته اخبار فرهنگ و هنر ایسنا، خبرهایی از درگذشت بکتاش آقین، شاعر و مستندساز زندانی و حواشی بعد از آن، تا دست کوتاه اصغر فرهادی از جوایز گلدن گلوب و چند خبر دیگر را مرور میکنیم. در گذشت بکتاش آبتین، شاعر و مستندساز زندانی. بکتاش آبتین که در حین دوران محکومیت خود در زندان به کرونا مبتلا شده بود، در سن 47 سالگی از دنیا رفت. این شاعر و مستندساز پس از ابتلا به کرونا به بیمارستان انتقال یافت و در روند درمانیش به کمای مصنوعی برده شد. در نهایت مداوا روی اون نتیجه بخش نبود و 18 دی ماه در بیمارستان درگذشت. و پای من که قلم شد نوشت برگردیم، مژه ها چشم هایم را بخیه کرده و پوتک از کتاب‌های شعر اوست و کاملا خصوصی برای آگاهی عموم زندگی علی شاه مولوی، 13 اکتبر 1937 زندگی لوریس چکناواریان و موریزن میخواد هم از جمله فیلم‌های مستندی هستند که در کارنامه او به چشم می‌خورد. با اعلام خبر درگذشت بکتاش آبتین، عکسی مربوط به خرداد امسال از حضور او در بیمارستان در شبکه‌های مجازی دوباره بازنش شد. عکسی که نشان می‌داد او در حالی که به پاهایش پابند زده شده در حال مطالعه بر روی تخت بیمارستان است. در ادامه متن و لحن بیانیه خانی سینما موجی از اعتراض ها نسبت به این نهاد و بیانیه اش ایجاد کرد که در نهایت منجر به عذرخواهی اعضای هیئت مدیره خانی سینما شد. پیکر بکتاش آبتین روز یکشنبه 19 دی در امامزاده عبدالله شهر ری به خاک سپرده شد. در گذشت ایرج پزشکزاد، خالق دایجان ناپلئون. ایرج پزشکزاد، نویسنده ی رمان معروف دایجان ناپلئون، در سن 94 سالگی دور از ایران و در لس آنجلس آمریکا از دنیا رفت. پزشکزاد متولد سال 1306 خورشیدی در تهران بود. او در ایران و فرانسه در رشته حقوق تحصیل کرده بود و مدتی نیز قاضی دادگستری بود. پزشکزاد کار نویسندگی را در اوایل دهه 30 خورشیدی آغاز کرد. رمان معروف او دایجان ناپلئون در سال 1355 توسط ناصر تقوایی به تصویر کشیده شد و در قالب یک مجموعه تلویزیونی از تلویزیون ایران پخش شد. از این نویسنده چندین رمان، نمایشنامه، طنز ادبی و ترجمه و مقالات زیادی بر جای مانده است. بیانیه مجلسی ها برای برخورد با سوء استفاده از فضای مجازی. 180 نماینده مجلس در بیانیه ای از قوای مجریه و قضائیه خواستند با آنچه سوء استفاده از امکانات فضای مجازی و لجام گسیختگی رسانه‌های اجتماعی خوانده اند برخورد کنند و منتظر قانون موسوم به صیانت از فضای مجازی نباشند. در بخشی از بیانیه این نمایندگان آمده است: از دولت و دستگاه قضایی انتظار داریم رسیدگی به یورش بی‌امانی که با سوء استفاده از امکانات فضای مجازی و اشاعه انواع هتاکی، افترا، اکاذیب علیه مقدسات و اعتقادات، فرهنگ و ثبات اجتماعی انجام می‌گیرد را موکول به تصویب قانون حمایت از کاربران نکنند و با اتکا به وظایف ذاتی خود در جلوگیری از این تجاوز به حقوق عمومی اقدام نمایند. آخرین وضعیت پرونده محشاد کریمی و ریحانه یاسینی. تیر ماه امسال در حادثه واژگونی اتوبوس خبرنگاران، محشاد کریمی خبرنگار ایسنا و ریحانه یاسینی خبرنگار ایرنا جان باختند و بیش از 20 خبرنگار و عکاس دیگر مصدوم شدند. حالا وکیل اولیای دم این دو خبرنگار گفته با وجود گذشت بیش از 6 ماه از وقوع حادثه، هنوز پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و روند بررسی این پرونده بسیار کند است و خواستار تسریع در روند رسیدگی به این پرونده هستیم. به گفته پرتو برهانپور، در حال حاضر راننده اتوبوس متهم ردیف اول و دو نفر از مدیران اداره کل محیط زیست آذربایجان غربی و یکی از مدیران استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه به عنوان متهم ردیف دوم شناخته شده اند. دستگیری 5000 قاچاقچی آثار تاریخی در کشور. فرمانده یگان حفاظت وزارت میراث فرهنگی از دستگیری 5000 قاچاقچی و حفار غیرمجاز در سطح کشور از ابتدای امسال تا کنون خبر داده و گفته حدود 4800 قلم اشیاء تاریخی و فرهنگی که قدمت بسیار بالایی داشتند از قاچاقچیان آثار تاریخی کشف شده است. سرهنگ کاظم داداشی گفته که طی چند سال گذشته بیش از 5000 دستگاه فلزیاب از حفاران غیرمجاز ضبط شده و اقدامات لازم برای تعیین تکلیف این دستگاه‌ها انجام شده است. طبق اعلام او در سطح کشور حدود 200 دستگاه موتوربرق، 300 دستگاه پیکور و کمپرسور و همچنین 2 دستگاه بیل مکانیکی که برای حفاری‌های غیرمجاز استفاده می‌شد ضبط شده است.
دست کوتاه اصغر فرهادی از جوایز گلدن گلوب. انجمن مطبوعات خارجی هالیوود برگزار کننده جوایز سالانه گلدن گلوب فهرست برندگان سال 2022 را در شاخه‌های سینمایی و تلویزیونی اعلام کرد. 79مین دوره جوایز گلدن گلوب سرانجام بدون پخش تلویزیونی، مراسم فرش قرمز و حضور ستاره‌های سینما برگزار شد و برندگان این رویداد به صورت مجازی معرفی شدند. فیلم قهرمان اصغر فرهادی یکی از نامزدهای این رویداد بود، اما نتوانست جایزه ای کسب کند. قدرت سگ ساخته جین کمپیون جوایز بهترین فیلم، بهترین کارگردانی درام و بهترین نقش مکمل مرد را به خود اختصاص داد و داستان وست ساید ساخته استیون اسپیلبرگ هم سه جایزه از جمله برای بهترین فیلم کمدی موزیکال را به خود اختصاص داد.